سلام، من زهرا امیر ابراهیمی هستم و قراره در مجموعه سه قسمتی تماشا به مناسبت 40 سالگی انقلاب میزبان شما باشم. در این مجموعه همونطور که از عنوانش پیداست قراره 40 فیلم برگزیده این 40 سال رو به طور گذرا مرور کنیم. برای انتخاب این فیلم ها از 100 نفر نظرسنجی کردیم. تلاشمون این بوده که نظر دهنده ها یک دست و یک صدا نباشن. از منتقد و بازیگر و فیلمساز و فیلمبردار نظر گرفتیم تا طراح صحنه و تدوینگر و آهنگساز. از نسل های مختلف با گرایش های سیاسی و هنری مختلف. بعضی رای دهنده ها معتقد بودن در این 40 سال خیلی بیش از 40 فیلم شاخص ساخته شده و نمیشه انتخاب کرد. بعضی دیگه معتقد بودن 40 تا زیاده و اصلا در این سالها این همه فیلم خوب و مطرح ساخته نشده. برای ما مهم این بود که گفتگویی شکل بگیره درباره فیلم هایی که تصویری از جامعه ایران بعد از انقلاب رو ثبت کردن و عدد سمبولیک 40 هم بهونه ای شد تا از سینما یاد کنیم که با وجود بالا و پایین ها، بحران ها و خط قرمز های همه این سال ها سرپا ایستاده و در خاطره جمعی ما حک شده. بیشک برای هر کدوم از ما نام فیلمساز ها و فیلم های در این فهرست خالی خواهد بود. عروس آتش داستان زن جوانیه که سعی میکنه جلوی سنت‌های عشیره‌ای بیسته و به جای پسرعمویی که به عنوان همسر براش انتخاب شده با مردی که دوست داره و انتخاب خودشه ازدواج کنه. تمام، تو خوب میفهمی من چی دارم میگم. مگه من به میل خودم توی این عشیره به دنیا اومدم که حالا بس اینجا؟ بهت گفتم اینجا نه تو و نه ما هیچ کدوم حرف نمیزنیم. قانون عشیره حرف میزنه. این قانون خیلی قبل از ما بوده، جواب هم داده، در حد ما و تو هم نیست، عوضش بکنیم خلاص. سینایی روشن فکریه که میره یک جایی تو جامعه دست میذاره و اون رو شجاعانه مطرح میکنه و صادقانه هم داره فیلم رو میسازه، چون میدونی که داره فیلم رو به شما نمیفروشه. فضاش مهمتر از همه چیزه، با وجود اینکه داره یه داستان خیلی مهمی رو مطرح میکنه، ولی فضاش اون چیزیه که از همه بیشتر شما رو میگیره و با خود میبره. بازیگری به سینما ایران مطرح میشه، آقای فرخ نژاد، که هیچ وقت دیگه خودش حتی بعد از اون دیگه نمیتونه به اون زیبایی هیچ بازی بکنه، هنوز داره نون اون بازیه رو میخوره. تو چرا فقط حرف زور رو میفهمی؟ پرویز دکتره، تو میتونستی باها ببند دهنت. گل بگیر دهنت. گل بگیر دهنت. آخرین بارت باشه، آخرین بارت باشه اسم مرد غریبه جلومو میاره. به عقیده من بهترین فیلم کیمیایی بعد از انقلابه. سرب تلاش کیمیایی هست برای یک فیلم گنگستری ایرانی بسازه. یادی بکنیم از هادی اسلامی. نقش رو چنان مال خودش میکنه که یه ورژن کاملا متفاوت از کاراکترهای کیمیایی میسازه، با همون خواص ولی قیصر نیست. هرچی بود تو سالای قحطی و تیفوس برای من از دست رفت. تو کوچه ها پرنده پر نمیزد. زنده ای نمونده بود که زیر تابوت مرده ها رو بگیره. سرب یک فیلم تابو شکنه در سینما ایران، به خاطر اینکه برای اولین بار به مسئله یهودیان میپردازه و برای اولین بار یک زن رو بدون حجاب در سینمای ایران بعد از انقلاب میاره، به خاطر اینکه سرش رو تراشیده بودن. نگاه! بی‌حجابی فریما فرجامی در سرب بعد از 30 سال همچنان مسئله سازه. تابستان سال 94 که صدا و سیما این فیلم رو پخش کرد، همه صحنه های بی‌حجاب فرجامی رو در آورده بودن. نخره منو کجا میبری؟ میتونی کابوس سالهای سال شما بشه اگه در سن پایین این فیلم نگاه بکنی. زشت بزر میخوای همه ببینن؟
دست فروش از معدود فیلم‌های اپیزودیک سینمای ایرانه. سه داستان متفاوت با شخصیت‌های متفاوت در مورد تولد، زندگی و مرگ که خود مخملباف معتقد روی هم نگاهیست فلسفی به انسان. دوباره خواب بابا رو دیدی؟ نه؟ خوشگل بود؟ آه، رندوو؟ تو هنوز سرگوشت می جنبه مامان. جوانی اسیر کسیست که رو ویلچره و حرکت نمیتونه بکنه و عمرشو کرده و این تمام جوانیشو، تمام کارایی و توانایی این جوان در خدمت یک چیز فرسوده. یه قصد شده، یعنی اسارت جوانی. مخملباف در سالهای اول بعد از انقلاب از نمادهای هنرمند متعهد انقلابی بود. با دست فروش به راهی قدم گذاشت که چند سال بعد بهش میگفتن غرب زده و زده انقلاب. انگار جهان ثابت بوده، من مذبذب بودم. بابا جهان تغییر میکرده، منم به تبعش. تازه تغییرات من خیلی کم بوده، چون من اون توانایی رو نداشتم که به اندازه همه هستی تغییر کنم. همه روابط اینقدر طبیعیه و اینقدر مستنده که فکر نمی‌کنی که امکان داره اینها مهندسی شده باشه، در حالی که همه اینها دقیق مهندسی شده. چیزی که این سناریو این فیلمو برجسته می‌کنه اینه که آدم‌ها در طول فیلم تغییر می‌یابن و این خیلی در سینما ایران کمیابه. ابد و یک روز اولین فیلم بلند سعید روستاییه که سال 94 جوایز جشنواره فیلم فجر رو درو کرد. فیلمی درباره مردم حاشیه نشین و پیچیدگی روابط عاطفیشون که برای اولین بار اعتیاد به شیشه رو به تصویر میکشه. من صدات میکنم، اعصابت خورد میشه؟ نه. پس چرا الان بدون اجازه رفتی؟ ببخش. به نظر من نوید محمدزاده یکی از بهترین معتادهای سینما ایران رو در آورده، تا اون صحنه‌ای که میگه سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. من میگم نرو، چون نمیدونم این یارو کیه. از جایی محمدزاده وام میگیره برای دلیوری کردن اون صحنه که مال خودش نیست و این خب خیلی حیفه. دارم با تو حرف میزنم، آخه من با این حیوان سر خود چه حرف میزنم؟ ابد و یک روز تنها فیلم راه یافته به فهرست 40 فیلم ماست که کارگردانش بعد از انقلاب به دنیا اومده. خاطر سمیه اومده. چرا به من نگفتی میخوای بری افغانستان؟ نبودی. البته بنده نمیدونم این آقا مشتبه این سوالا رو از کجاش در میاره، ولی خب به هر حال مهمه که مسلمین بدانن در فضا چگونه به وظایف شرعی خودشون عمل کنن. قبل از اینکه اساساً طرح بیاد رو کاغذ، قبل از اینکه مجوز گرفت شه کارگر، من یادم با پرویز پرستویی یه روز صحبت کردم، همونجا اوکی رو ایشون داد که من هستم. عجب لباسیه. مارمولک ماجرای دزدیه که از زندان برای مداوا به بیمارستان برده میشه، ولی با لباس یک روحانی از بیمارستان فرار میکنه و به اشتباه امام جمعه یک روستا میشه. مارمولک به خاطر موضوعش جنجال آفرین شد و به رغم استقبال عمومی زودتر از موعد از پرده پایین کشیده شد. یکی از مراجع اعزام تقلید ندیده به فیلم هرچه دلش خواست گفت و همونم باعث شد فیلم بیاد پایین و دو ماه بعد که ایشون فیلمو دیده بود یه پیکی فرستاد که در اتاق دربسته از بنده و آقای تبریزی حلالیت به طلبن. بزمج خریت خودتو گردن خدا ننداز. توقیف نیست اما اجازه نمایش هم نداره. آدم خود به خود علاقه داره به کار خلاف، دست خودش هم نیست. خود خدامون قضا که میگن سختگیر نیست. بابا اگه خودش هم از بیخ با این قضايا مخالف بود اصلا آلت جرم به منو تو نمیداد. برو زندگی تو بکن عزیز برادر. من به عنوان نماینده تام الاختیار از طرف خدا در این محله و در تمامی محله ها به شما میگم خدا شما رو بخشید. خلاص. فیلم مارمولک از این جهت که با روحانیت شوخی میکنه در سینمای ایران منحصر به فرده و اگه زودتر از موعد از سینماها جمعش نمیکردن احتمالاً از پرفروشترین های بعد انقلاب میشد. البته فیلم های مثال زدنی زیادی داریم که فارغ از کیفیت سینمایی و گرایشات سیاسی سازندگانشون دست گذاشتن روی موضوعات حساسی و واکنش های رسمی و غیر رسمی زیادی به دنبال داشتن. بعضی از اونها چند روزی اکران شدن و خیلی زود از اکران پایین کشیده شدن و بعضی ها هم اصلا به اکران عمومی در نیامدن.
فیلم‌های مثل نوبت عاشقی و شب‌های زاینده رو در دهه 60، آدم برفی در دهه 70، خانه پدری در دهه 80 و رستاخیز در همین سال‌های اخیر. بریم. بریم آقا. یه رئالیسم خیلی تلخ و گزنده داره که البته در چارچوب یه فیلمنامه خیلی خوب ارائه میشه. برو مردتو بفرست، من با زن جماعت هم بدهن نمیشه. زیر پوست شهر فیلمی است اجتماعی که ریشه در تجربه های مستندسازی رخشان بنی اعتماد از قشرهای محروم جامعه داره. فقر، اعتیاد، خشونت خانگی و البته سیاست همه در قالب داستان زندگی یک خانواده و دست و پا زدن هاشون برای بقا طرح میشه. همچنین تنبونشون که دوتا میشه فیلشون یاد هندسکی میکنه. اون میخوام برن دوتا میرم بگیرم. دارندگی و برازندگی. خدا که شما نه دارندگیشو داری نه برازندگیشو، بقیه چهار تا میگیرم. در طول این 15-16 سالی که این فیلم نامه نوشته شده بود، انگار همیشه فکر میکردم همسایه بغلی من، که من اینجوری نگاه میکنم توبا رو میبینم، شوهرشو میبینم، توبا داره پیر میشه، عباس بزرگ شد، عباس قبلا تو این موقعیت بود، الان اینجاست. فیلم تبحر خانه بنی اعتماد رو در اون کاویدن ساختهای پیچیده اجتماعی اقتصادی نشون میده که ما در فیلمهای دیگه شون هم دیدیم این کار رو میکنن، ولی در این فیلم در واقع یه جور بلوغ میبینیم. باز شروع کرد. یه ساله این سازو کوک کردی، هی میگم نه. مگه از رو جنازه من ردشیل بذارم این آلونک رو بفروشی؟ بالاخره تا کی؟ من که برای خودم نمیگم، میخوام این ویزای سگ مصبم بگیرم، یه ساله 4 تا این خونه رو برات میخرم. در خیلی خیلی بچگی خواهری داشتم که بعدن هرچی پرسیدم گفتن به مسافرت رفته. شاید وقتی دیگر تصویب شد. برداشت من این بود که تصویب کردم فکر می‌کنم فیلم بعدی میشه. امیدوار بودن که فیلم بعدی بشه. و نشد. ببخشید منزل آقا. برای من شاید وقت دیگر نشان دهنده نبوغ کارگردانه و سانسور هولناک و جباریت. چیزی که خیلی من عذاب میداد روسری توی خونه بود. این روسری وقتی حرکت میکنی، میشینی، را میری، این روسری عقب جلو میشد. هی موقعی که بازی میکردم گفتم خب حالا یه نیم سانت رفته بالا، دو تا تار اومده بیرون، این رو موقع بازبینی فیلم ایراد میگیرن، میگن که قیچی کنین. باز هم این فیلم به سرنوشت فیلم های دیگه دوچار میشه. این مدام با من بود. نظرم سرگذاش همه ما هست، مردم ما هست، که از تروما و زخمایی که دارند فرار میکنند، رنج میکشند، دچار فقدان حافظه هستند و این رو آدم توی شاید وقت دیگه میبینه. مادر خاطر است و در ذهن کیانه، در ذهن ویداست. کاملا بازیایی که مثلا مادر میکنه با کیان و ویدا که بازیهای بسیار رئالیستی زمان حال در فیلم کاملا با هم فرق میکنه. وقتی شاید وقت دیگر فیلم برداریش تموم شد، دیگه من از ایران اومده بودم بیرون، سفر کرده بودم و ترک کرده بودم ایران. دایره تنها فیلم ایرانیه که شیر طلایی جشنواره ونیز رو برده. داستان چند زنه که از زندان فرار کردن و هر کدوم با مشکلاتی که عمدتاً برآمده از ساختاری سنتی و مرد سالاران است دست و پنجه نرم میکنن. حاملم. حامله ای؟ اینکه تو شوهر داشتی؟ فیلمی که به راحتی میشه واژه کوبنده رو در موردش استفاده کرد. میشه گفت یه کیفرخواستی علیه آپارتاید جنسیتی در ایران، علیه تبعیضات شدیدی که خانم‌های ایرانی ازش رنج می‌برن.
دایره از این نظر مهمه که سینمای کیارستمی رو یک کاری باهاش میکنه که هیچ کی تا حالا باهاش اون کارو نکرده. یعنی اینکه در سینمای کیارستمی شما همیشه میبینی که دوربین ثابته و یک به سوژه داره حرکت میکنه. پناهی شورش میکنه و دوربین رو میبره و به حرکت وامی داره و فرم میاره و کسی نکرده این کار رو. فیلم دایره در حدود 40 کشور دنیا روی پرده رفت، اما در ایران توقیف شد. بین سالهای 76 و 80 با وجود باز شدن نسبی فضا پس از انتخاب محمد خاتمی، حدود 20 فیلم دیگه غیر از دایره هم اجازه اکران نگرفتن. قرار بود این فیلم در سال 72 ساخته بشه، درست چند ماه بعد از اینکه اولین پیوند قلب موفق در ایران توسط دکتر ماندگار انجام شده بود، اما مجلس حرام اعلام کرد پیوند اعضا رو و فیلم در مرحله ساخته شدن متوقف شد. شما هم برای قلب پسرم اومدین؟ متاسفانه بله. متاسفانه بله و زهر مار. احمد فهمیدی کسافت؟ احمد چرا احمد تو بسیم داشتگاه دور برادرمو گرفتی؟ به بیرحمانه ترین شکل ممکنه این فیلم از تک سینمای خود جنسین مازادی پایین کشیدن. گفته شده بود که اون خانواده ارامنه این فیلم، یعنی مسیحی ها، متمدنانه رفتار میکنن و مسلمان ها وحشیانه. اون پلکانی که دم خونه خانواده فرد مرگ مغزی شده قرار گرفته، اون خودش یکی از شخصیت‌های اصلی این داستان هست. هر بار که دختر داستان، کسی که قلبش مریض و نیاز به پیوند قلب داره، باید از این پله‌ها بیاد بالا، خیلی مسیحوار این رنج رو بکشه تا اون بالا برسه، این هر بار این درد رو به ما انتقال میده. به واسطه دوباره نمایش از تلویزیون تغییر رو، اینو دکتر ماندگار بهم گفت، خب تغییر جانانه ای توی اهدای قلب به نیازمندان داده شد. ما مثالایی داریم که در ژانر زایعه در فیلم‌های هالیوودی که مثلا اگر یک زلزله بیاد همه واکنش‌هایی که بهش نشون داده میشه خیلی دراماتیکه، ولی این فیلم درست نقطه مقابل اون فیلم هاست. زندگی و دیگر هیچ فیلم دوم از سگانه یک کیارستمی در حوالی روستای کوکر گیلان ساخت. شخصیت اصلی فیلم سه روز پس از زلزله رودبار از تهران به سمت کوکر میره که پسر بچه‌ای رو که چند سال پیش در فیلم اول، یعنی خانه دوست کجاست، بازی کرده بود پیدا کنه. واقعش هم این جسارته که بگم بله چه خریدم، ولی خب این تکلیفش معلومه دیگه، بله چه کاریه. اونایی که رفتن که رفتن، اونایی هم که موندن خب البته به این سنگ قیمتی نیاز دارن. بین فیلم خانه دوست و زندگی و دیگر هیچ، آقای کیارستمی دو فیلم مشق شب و کلوزآپ ساخت، ولی هر دو فیلم مستند یا شبه مستند هستند و من فکر می‌کنم یه خورده حساسیت‌های فیلمسازی خود آقای کیارستمی مثلا دیدش تغییر کرده بود و بنابراین وقتی به زندگی و دیگر هیچ رسید هیچ چاره ای نداشت جز این که با همون دید حساس شده تر مستندبین فیلم رو بسازه. عباس کیارستمی در دهه 70 با فیلم‌های شاعرانه‌ای که به ظاهر ساده اما پیچیدن، چهره جدیدی از سینمای ایران به دنیا معرفی کرد و موجی راه انداخت که تأثیرش رو هنوز روی سینمای ایران و جهان می‌بینیم. در ادامه این نجم برنامه چند فیلم متأثر از سینمای کیارستمی رو خواهیم دید.
یه چه اجازه دو بریم مرسه شما نه اسمتو بنویسی یا بری سر کار؟ کیمینیش بده مدرسه رفته نمی کار کرده نم یه تو بزرگتر خود نیاری که سر خود کار میکنی؟ بزرگترم او بی که نونمه میدو. نیاز داستان پسر بچه ایه که بعد از مرگ پدرش برای گذران زندگی در یک چاپخونه کار میگیره. همزمان یک پسر بچه دیگه هم اونجا مشغول میشه. هر دو نوجوان محتاج کارن، اما کارفرما فقط کسی رو که در مدتی کوتاه بیشتر کار یاد گرفته باشه نگه میداره. نیاز همه عناصر فیلم‌های ایرانی اون سال‌ها و بعد اون سینمایی که بعدها به عنوان سینمای ایران خارج از ایران تو جشنواره مطرح میشه رو داره. نابازیگر، معمولا طبقات محروم و کارگردانی مینیمالیستی. از این عناصر استفاده کرده تا یه فیلم کاملا دراماتیک بسازه. نمی‌خوام بری. اگر بری فردا راه نیاری بهتره. به غلط کرد. نمی‌ام. چیکار داری می‌کنی بچه پاشو ببینم. تو سینما می‌کنی؟ چی شده پسر جون؟ چی؟ پس چی می‌ذاره؟ دفاع می‌کنی؟ پاشو ببینم. بلاف کن. این مرد افغانی معجزه میکنه، اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه، با چشم بسته دو چرخه میرونه. حالا تو اینجا قرار هفت شبانه و هفت روز رو دو چرخه رکاب بزنه و زندگی کنه. اولین فیلم بود که حداقل برای بعد از انقلاب این نگاه خیلی عمیق رو روی این لایه زحمتکش مردم داشت که حالا برای درآوردن پول مشقتی که در واقع دارن میکشن رو به صورت سینمایی خیلی خوب درآورده. صحنه‌ای که خیلی تاثیرگذار بود خب اون صحنه ای بود که با دوچرخش داشت کلا میچرخید و این استفاده کلا دایره اونجا اون سر صدایی که دور و ور بود و نسیم طوفان میکند یادمه که وقتی تموم شد مخاطب هم سکوت زیادی کرده بود، همین که اشکا رو میدیدی توی چشاشون، مخاطبی که بیشتر اکثرا مخاطب فرانسوی بود. سهم جوان نبود بگم اونم سهم تو این آره اومد بگی نیفتزم اینو. گروه فیلم برداری برای ضبط مراسم عزاداری یک زن سال خورده میرن، ولی ما هیچ وقت این مراسم عزاداری رو نمیبینیم، برعکس زندگی در روستا رو میبینیم. شخصیت هایی در این فیلم هستن که وجود ندارن ولی ما راجبشون حرف میزنیم و بیننده وادار میشه راجبشون تجسم هایی بکنه که اینا کیان، چه کار میکنن، یعنی بیننده رو وارد فیلم میشه. تمام چیزهایی که میخواست عباس کیارستمی بگه درباره زندگی، درباره رابطه انسان با شعر، با شعر ایرانی، انگار همه رو متمرکز کرده بود در بادمارو خان. پیری هم بد دردی آقای دکتر. بد دردیه ولی از پیری بدترش هم هست، اون مرگ. مرگ؟ بله همون مرگ از همش بدتره. انسان چشم از این دنیای قشنگ و طبیعتهای زیبا و نعمتهای خدازادی میبنده و میره یه بعد نمیگرده. ولی میگن اون دنیا قشنگتر از این دنیا. آخه اون دنیا مرا کسی رفته و آمده ببینه قشنگ یا قشنگ. میگن کسان بهشت با هور خوش است، من میگویم کاب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نصیحت بدار، کاغاز دهل چریدن از دور خوش است. به اینا میگیم ماهی، حتما اونا رو ندیدی. اونا موقعی که بال بزنن تکون میخورن، انگار دارن میرخصن، یه عالمه بال دارن. چند؟ آقای گلش که دونه 100 تومن. 100 تومن؟ تو 100 تومن میخوای بده پول یه ماهی؟ بادکنک سفید اولین فیلم بلند جعفر پناهیه. داستان دخترکی که درست قبل از سال تحویل میره بیرون ماهی قرمز بخره و پولش رو گم میکنه. این خیلی تازگی داشت، برای اینکه ما تمام فیلم هایی که اون موقع می دیدیم از دید پسر بچه ها نقل می شدن. سال قبل از ساختن این فیلم دستیار آقای
کیارستمی در فیلم زیر درختان زیتون بود و ما میبینیم هم تأثیراتشو و هم راه متفاوتشو. پولمون افتاده. پول چی افتاده؟ پول خواهرمه. شبیدی منو کشوندی اینجا که چیه پول خواهرم افتاده؟ بادکنک سفید هم جایزه بهترین فیلم اول جشنواره فجر رو برد، هم دوربین طلایی کن رو. صدای زنگ تلفنتونم خیلی میزن. خب میخواستی برداری گوشی رو ببینی چیه؟ خاله قیزی؟ خاله باجی؟ توی بوشهر یه همچین اتفاق افتاده بود، نه به این شکل بلکه توی تعریف دیگه، ولی رخ داده بود این ماجرا که یه کسی توی آژانس یه همچین کاری انجام داده بود. شرایط سیاسی که تو جامعه من بود، بحثایی داشت مطرح میشد که اگر میخواستم بگویم این داستان واقعی است میتونست برای من مشکل بسازه. من برای همین از اول داشتم فکر میکردم که آقا من باید بگم این داستان واقعی نیست، خلاص. دیگه قرارمون این نبود. تو جوونی که سپر کردی حاجی جان، این راهش نیست. به مرتضی علی راهش نیست. این راهکار برو میدون مینه، اونجا داوطلب میشدن که برن، اینجا تو داری مجبورشون میکنی. من این از قسمت اول مجموعه 40 سال 40 فیلم. امیدوارم پسندیده باشین. حتما فیلم هایی بوده که انتظار داشتین باشه و نبوده یا برعکس. هر نظری درباره برنامه دارین برای ما بنویسید. هفته آینده فیلم های 25 تا 11 رو معرفی میکنیم. تا بعد.